سلام عرض میکنم خدمت همه دوستای عزیزم توی وبسایت برنامشی. من علی خانقلی هستم و توی این ویدیو میخوام راجع به یکی از پرتکرارترین سوالات دوستان صحبت کنم و اونم اینه که برنامه نویسی اندروید رو ما از کجا باید شروع بکنیم. من میخوام توی این ویدیو یک سری نکته ها رو بگم که به درد همه زبانهای برنامه نویسی بخوره، یعنی اگر شما میخواین هر زبان دیگه رو شروع بکنین هم میتونین از این ویدیو استفاده بکنین. اما یک سری نکته های خاص هم میگم که فقط در مورد برنامه نویسی اندرویده، چون بالاخره برنامه چی وبسایت تخصصی آموزش برنامه نویسی اندروید هست. دوستان معمولا از ما خیلی سوال میپرسن موقعی که حالا توی جمعشون هستیم، از طریق ایمیل، اینستاگرام، تلگرام، توی کامنت های سایت، حتی میان خیلی سوال میپرسن که من میخوام کارمو شروع بکنم چه سیستمی باید داشته باشم، یعنی دسکتاپ باید برم بگیرم یا لپتاپ باید بگیرم. اینو بهتون بگم که اولین چیزهایی که برای برنامه نویسی باید بهش توجه کنین اینه که هر چقدر سیستم قوی تر باشه خب به تبع بهتره برای همه کارها، اما بعضی از کارها یک قسمتهایی از سیستم رو میخوان که قوی تر باشه. مثلا برنامه نویسی باید CPU قوی داشته باشین شما یا رم خیلی خوبی داشته باشین، چون هیچ وقت برنامه نویسی تنها اتفاق نمیفته روی سیستمتون. شما مجبورین یک سری سرچ های اینترنتی همیشه انجام بدین، مجبورین یک سری نرم افزار رو کنار این اپلیکیشن هایی که باهاش کار میکنیم و در ادامه هم دربارشون توضیح میدم، باید همیشه چند اپلیکیشن باز باشه. پس به صورت خلاصه باید مولتی تاسکینگ خیلی خوبی داشته باشه سیستمتون، که این هم وابستگی زیادی به مقدار رم و به نوع سی پی یو و توان پردازشی سی پی یو داره. چیزی که من خودم پیشنهاد میکنم اینه که سی پی یو های شرکت اینتل رو استفاده بکنید، مخصوصا برای برنامه‌نویسی اندروید. ابزارهایی که استفاده می‌کنیم ممکنه با سی پی یو های AMD زیاد سازگار نباشن. سی پی یو اینتل هم هر چقدر کورای بالاتر باشه، حالا مثلا کورای 7، کورای 5 خیلی بهتره. معماری سی پی یو این وسط خیلی مهمه که ببینیم سری چنده. معمولا الان دیگه از سری 6000 به بعد دیگه خیلی خوب راحت کار میکنه، جواب میده برای هر کاری که بخواید انجام بدین. بعد در مورد رم هم باید بگم که DDR3 و 8 گیگ کارتون را میندازه، اما بهتون پیشنهاد میکنم دو برابر کنید این مقدار، یعنی اگه یه رم 16 بتونید برای لپتاپ یا کامپیوترتون جور بکنید خب خیلی بهتره. رم 16 هم به این دو تا 8 کنار هم بندازین دیگه. حالا من بحث فنی سخت افزاری نمیخوام انجام بدم، اما این نکته ریز بگم برای کسایی که لپتاپ دارن، معمولا لپتاپ ها جای یه دونه اسلات خالی برای رم داره، یعنی شما باید نگاه کنین چه رم میخوره لپتاپتون، بعد یه تیکه کوچولو بالاش خالی داره، همون جفت رمی که به لپتاپتون میخوره بعد بخریم بندازین جاش. معمولا فکر کنم هزینه یه رم DDR3 8 گیگابایت یه چیزی هولوش 500 تا 700 تومان بشه، بستگی به اون مارکی که انتخاب میکنید. ولی اینو حتما توجه کنین، همینجوری نه یه دونه رم معمولی بخریم بندازین بغلش، بعد اول اون سازگاریشون کنار هم دیگه چک بکنین و بعدش اقدام به خرید کنین که مشکلی برای رمتون پیش نیاد، برای سیستمتون پیش نیاد. حالا رم داشتیم صحبت میکردیم. یه نکته کوچیک بود که میخواستم در مورد سخت افزار سیستم بهتون بگم، زیاد نمیخوام واردش بشم، اما اگه سوالی بود بپرسین، تا جایی که توی این زمینه اطلاع داشته باشم حتما جواب میدم. یه مورد دیگه که میخواستم در موردش صحبت بکنم اینه که خود برنامه نویسی گرافیک قوی نمیخواد، یعنی شما اینو از خیلی از پروهای برنامه نویسی یا به اصطلاح حرفه‌ای های این کار بپرسین بهتون میگن ما گرافیک زیاد خاصی نمیخوایم. اما یک برنامه نویس همیشه که فقط برنامه نویسی نمیکنه، شما یک سری کار جانبی دارین، یعنی وقتی که میخوای یه اپلیکیشن شما تولید بکنی و یک نفر خودت داری همین کار رو انجام میدی، بالاخره یه جا به گرافیک برمیخوری، یعنی هر چقدر هم که فرار بکنی از فتوشاپ و چه میدونم اگر ویدیو داشته باشی پریمایر رو یا یک سری نرم افزار دیگه مثل افتر افکت، بالاخره یه جا خیر آدمو میگیرن. این نرم افزارا هم نیاز به گرافیک دارن، چون میان گرافیک رو، یعنی یک سری فایل های گرافیکی رو دارن رندر میکنن، در نهایت به شما یک تصویر یا یک ویدیو یا یک گیف یا هر چیزی به تو میده. اما بالاخره شما با گرافیک هم درگیر خواهید شد. پس اگر میخواین تک نفری کار کنین، بدونین که یه اپلیکیشن جدا از بحث معماری داده ها، باید توی بحث UI یا یوزر اینترفیس که من در موردش هم توضیح دادم توی وبسایت، باید توی این حوزه هم قوی کار بکنه. پس یعنی شما علاوه بر گرافیک، دانش گرافیکی هم میخواین که راجعش الان نمیخوام صحبت بکنم، ولی باید بدونین که بالاخره یه جایی به گرافیک برمیخوره. پس اگه بتونین یک سیستم جمع بکنین که گرافیک خوبی داشته باشه، معمولا GDDR5 دیگه الان روی بورس هست و قدرت خیلی بیشتری از GDDR3 داره، این میتونه انتخاب خیلی خوب براتون باشه.
فکر کنم دیگه پایین ترین سری هایی هم که میکشه جی تی ایکس 670 و به بالاست، یعنی از این گرافیک باید به بالاتر داشته باشین و میتونین راحت استفاده کنین. اکثر لپتاپ ها الان، لپتاپ هایی که حالا میان رده هستن، دارن این گرافیک رو، یعنی زیاد نگرانش نباشین. اما اگه بتونین لپتاپ های رده بالا بگیرین خیلی بهتره. اگر هم دقت کرده باشین یک سری از برنامه نویس ها، یک سری دیولوپر هایی که میان این کار رو انجام میدن، لپتاپ گیمینگ میخرن. لپتاپ های گیمینگ، حالا اسمش گیمینگه ولی خب بیشترین تکنولوژی و حرفه ترین تکنولوژی ساخت رو توش به کار میبرن. گیمرن دیگه، خوش شانسن کلا. اما بدونین که هر چیزی اسم گیمینگ میاد روش، پیشرفته ترین تجهیزات معمولا اون شرکت براش استفاده میشه، چه مانیتور میخواد باشه، چه کیس، چه کیبورد، هر چیزی. شما هر چیزی گیمینگش رو بگیرین، مطمئن باشین های تک ترین محصولی بود که میتونستین بخرین. البته از کمپانی خیلی خوب پیشنهاد میکنم همیشه خرید کنین. الان که من دارم این ویدیو رو ضبط میکنم، سال 1398 و یعنی 2019 میلادی، آخرای 2019، و وضع بازار واقعا خیلی خرابه. یعنی من اگه بخوام بگم به شما یک سیستم خیلی قول جمع بکنین، خب شاید یه رقمی هولوش 60-70 میلیون تومان به راحتی خرجتون بشه. نه که بگم خیلی سخته به اون رقم برسید، نه، شما یک گرافیک جی تی ایکس 2080 20 میلیون تومانه، یا یه دونه چه میدونم کورای 9 الان فکر کنم دوباره 20 میلیون تومانه، دقیقشو نمیدونم. اما الان سیستم بستن خیلی سنگین شده. من بهتون پیشنهاد میکنم اگه سیستم قدیمی دارین و میتونه این ارتقا رو تحمل بکنه، اونو ارتقاش بدین. و یک نکته خیلی خوبم که میخوام بهتون بگم، که یکی از دوستانم بهم گفت و من خودم باور نداشتم بهش، حافظه SSDه. من فکر میکردم که رم و CPU خیلی خیلی مهمن، یعنی از هارد خیلی مهمترن، واقعا هم همینطوره. ولی وقتی که حافظه SSD نصب کردم روی لپتاپ خودم، تازه فهمیدم تفاوتش خیلی خیلی بیشتره. پس بهتون پیشنهاد میکنم حتما CPU رو که روی لپتاپ نمیتونید دست بزنید، اگر دسکتاپ دارین که بحثش جداست، اما اگر میخواین یک تجربه خیلی خوب با لپتاپتون داشته باشین، حتما یک SSD بهش نصب بکنین. روش نصبش هم تو اینترنت هست، تو یوتیوب میتونین سرچ بزنین، خیلی آموزش خوبی از کاملتون نشون میده با هر مدل لپتاپی که دارین چجوری این SSD رو نصب بکنین. خب این در مورد سیستم، من دیگه بیشتر نمیخوام توضیح بدم. نکته ایمنی هم بهتون بگم، اگر برنامه‌نویسی کار میکنین حتما از عینکای آنتی رفلکس یا بلوکات که جدید اومده استفاده بکنین، چون بیماری های چشمی یا ضعیف شدن چشم یا سردرد های خیلی زیاد برای کسایی که پشت کامپیوتر زیاد میشینن واقعا اذیت کننده است و یک مقداری کارتون اصلا مختل میکنه. پس از اول قبل از اینکه هر کار سنگینی شروع بکنی، بهتون پیشنهاد میکنم یه دونه عینک برای چشماتون و این چیزا بخرید. حالا ما توی برنامه چی بهتون قولش رو میدم که یک سری دوره های ورزشی رو هم قراره تهیه بکنیم برای برنامه نویس ها، چون همه تقریبا مثل خود من توپول میشن توی برنامه نویسی و این خیلی بده، برای سلامت خیلی بده، برای کلن شما بدنتون کار نکنه. اولا که برای چی میخواییم برنامه نویسی بکنین؟ پول دارین که برین حالا یه جایی عشق و حال کنین دیگه، یا مصرف یه کاری بکنین، بالاخره سلامتیه رو نیاز دارین. من به تو این قول رو میدم که ما حالا دورهای جدیدی که داریم ضبط میکنیم، یک دوره ورزشی هم با یکی از بهترین اساتید کشور تدارکش رو دیدیم و قرار ضبط بشه حالا برای بحث سلامتی برنامه نویسا. همین نکته کوچولو بود خواستم بگم. سوال بعدی که میپرسن و واقعا هم یک سری دیگه دارن سر این سوال دیوونه میشن، ما رو هم دارن دیوونه میکنن، اینه که ما چه زبانی بیایم انتخاب بکنیم. ببینید زبان برنامه نویسی اصلا دیگه مهم نیست، تقریبا میتونم اینجوری بگم شما منطق برنامه نویسی بلد باشی، شما باید دیولوپر باشی. دیولوپر ما مثلا دیولوپر اندروید داریم، ولی دیولوپر جاوا نداریم که بگیم این آقا فقط جاوا کار میکنه. نه، مهارت هایی که یک برنامه نویس داره به زبان وابسته نیست. واقعا شما وقتی که ببین برنامه نویسی اینجوری براتون بگم، یک سری مفاهیم کلی داره. خب وقتی که شما این مفاهیم رو یاد میگیرین توی هر زبان دیگه که هم همینه، یعنی فقط سینتکس یا ادبیات اون زبان عوض میشه، ولی یک سری مفاهیم مثل object oriented یا شیگرایی، یعنی یک زبان شیگرا باشه، شما وقتی این زبان رو یاد میگیری، حالا توی هر زبانی باشه، وقتی این مفهوم رو یاد میگیرین، مثلا توی زبان جاوا که برای اندروید استفاده میشه، دیگه توی سی شارپ دوباره لازم نیست یاد بگیرین شیگرایی رو، کاملا میدونین چیه، میدونین چه تأثیراتی روی یک زبان میذاره وقتی که یک زبان شیگراست، میدونین که چه کارهایی میتونین باش بکنین.
پس زیاد به این موضوع گیر ندین که من چه زبانی باید یاد بگیرم. اما مسئله مهمیه. مثلا برای اندروید زبان‌های خیلی زیادی هستن. شما میتونید از PHP هم حتی استفاده بکنید برای زبان اندروید، که فکر کنم یه بی‌ربط‌ترین زبان به ساخت اپلیکیشن اندروید باشه. اما هستن پلتفرم‌هایی که به شما اجازه میدن از PHP استفاده بکنید. ولی این اشتباهی شک نکنید. زبان استاندارد داره اندروید. ببین پایتون هست، PHP هست، C# هست. میتونید از همه اینا استفاده بکنید. اما زبان استاندارد، چیزی که خود کمپانی گوگل انتخاب کرده برای اندروید، میگه بهترین و استانداردترین زبان برای این کار زبان جاواست. من بهتون پیشنهاد میکنم حتما از زبان جاوا شروع کنین. کاتلین هم جدیدن معرفی کرده، اما بیسش همین جاواست. یک سری اشتراکات هم با پایتون داره که بازم باید جاوا رو یاد بگیرین. یعنی کدای کاتلین و جاوا خیلی خیلی شبیه همان، یک سری توی سینتکس ها و یک ذره توی پیاده سازی فرق دارن با هم دیگه، اونقدر متفاوت نیستن. پس من بهتون پیشنهاد میکنم از زبان جاوا برای اندروید شروع بکنید استفاده کردن. برای وب و اینا میتونید برید هر جایی که تو اینترنت هست، وبسایت‌های خارجی، وبسایت‌های ایرانی سرچ بکنید، وبسایت‌های همکارایی که دارن با ما کار میکنن. و اگه سوال داشتین تو کامنت‌ها بپرسین، من خودم جواب میدم. ولی نمیخوام تو این ویدیو راجع به نکته‌های ریز برای پلتفرم‌های دیگه استفاده بکنم. ما میخوایم زبان برنامه‌نویسی اندروید یاد بگیریم و من دوباره شدیداً بهتون پیشنهاد میکنم، و این تکرار با خاطر اینه که من به چند نفر میگم جاوا کار کنین، دوباره میرن بعد از یک ماه میان میگن که ما چیکار کنیم. این لوپ دیوانه کننده چه زبان انتخاب کنم رو کنار بذارین. اگر میخواین اندروید کار کنین، همین الان برو یک سایتی که جاوا آموزش میده، توی برنامه چی خودمونم هست، همین الان برو توی سایت جاوا شروع کن به جاوا یاد گرفتن و بعد شروع کن به اندروید کار کردن، که حالا بهتون میگم چجوری. این از بحث زبان. یه نکته حالا در گوشی شاید کمی با ربط، میخواستم بگم بی ربط، یه نکته کوچیکم بهتون بگم، این که پایتون رو بهش فکر بکنین. زبان پایتون حالا فعلا رسمی اندروید نیستش و میتونی باشم برنامه اندروید بنویسین، اما زبان پایتون یواش یواش داره یک محبوبیت وحشتناک به دست میاره و مطمئنا تو کارهای آیندهتون میتونین ازش خیلی خوب استفاده بکنین. جاوا و پایتون رو با هم دیگه شروع کن یاد گرفتن. برای اندروید فعلا جاوا خیلی کافیه، هر کاری که بخواید میتونید باشه انجام بدین، هیچ محدودیتی نداره و استاندارده. اینم تا یادم نرفته بگم که یک سری هستن میگن که مثلا بیا C# یاد بگیر، باش برو وب بزن، باش بیا تو زامارین چند تا کار دیگه هم انجام بده. این کار استاندارد نیستش. جلوتر حالا راجع به زامارین توضیح میدم. این کار استاندارد نیست. وقتی که میخوای کاری بکنی، معقول ترین کار اینه که از راه و روش خودش بری. راه و روش اندروید هم جاواست، کاتلینه و سلام تموم شده رفت. دیگه راجع به این موضوع بحث زیادتری نکنی، فکر زیادتری هم نکنی، چون فقط وقت ازتون میگیره. بسم الله، الان بریم جاوا یاد بگیریم و میریم سراغ سوال بعدی. بعد از زبان، ببین زبانو که انتخاب میکنین، یک سری نرم افزار ما داریم که توش میتونین با اون زبان بیان کد بنویسین، بهتون یک سری ابزارا میده که با اون کد کار بکنین. خب به اینا میگه محیط برنامه نویسی. پس بعد از انتخاب زبان، انتخاب محیط برنامه نویسی یک موضوع مهمه. برای محیط های برنامه نویسی هم همونطوری که مثل زبان ها گفتم، چند تا گزینه باز جلوی روی شما هست که هر کدوم برای زبان خاص خودشه یا برای زبان های خاص خودشه. بعضیشون چند تا زبان رو پشتیبانی میکنن. کلن میخوام این محیط برنامه‌نویسی به دو تا دسته تقسیم کنم. یکیشون، یعنی یک سریاشون کراس پلتفرمن، میتونن روی چند تا پلتفرم اپلیکیشن برای شما تولید کنن. یعنی یه دونه کد میاد برای اندروید، یه دونه خروجی میده برای اپلیکیشن دسکتاپ، یه دونه خروجی میده برای iOS هم یه دونه خروجی میده. فکر کنم یه چیز مثل الکترون، یه چیز مثل زامارین و الکترون و اینجور چیزا که این کار رو انجام میدن، به اینا میگن IDE، یعنی Integrated Development Environment، یا محیط توسعه یک پارچه. که الان فارسیش بگیم بهش میگیم محیط برنامه نویسی. یعنی یک جایی که شما میتونید توش کد بزنید و ابزارهای اختصاصی اون زبانی که دارین باش برنامه نویسی میکنین رو در اختیارتون قرار میده. برای اندروید چند تا داریم، جلوترم گفتم. یکیشون اندروید استودیوه که استانداردترین بهش میرسیم. یه سریاشون زامارین و اینجور چیزان که میان به شما میگن که مثلا شما بیا یه کد بنویس، تبلیغش اینه. و خیلی ها اینو بهتون میگن برنامه نویسی اندروید رو کافی شروع بکنین تا یک سری زامبی از در دیوار بیرون بریزه بگه آقا بیا زامارین نصب کن،
یه بار می‌نویسی برای 4 تا میدی بیرون، بعد خودش هم شاید اصلا تا حالا اپلیکیشن موفقی نداده بیرون. این کار درست نیستش. من گفتم همیشه از در وارد یک محوطه بشین، دیوار بالا نکشین، راه استاندارد انتخاب کنید. استاندارد برنامه‌نویسی اندروید، اندروید استودیو، تمام شد رفت. زامارین یا هر ایکلیپس که منسوخ شده یا هر آیدی دیگه‌ای که اون بیرون ممکنه یک سری دوستای عزیز بهتون پیشنهاد بدن و غیر از اندروید استودیو باشه، اینا غیر استاندارده، خوب استفاده نکنین. چرا غیر استاندارده؟ چون نمیتونه اون فانکشن، اون کاربرد، اون خروجی که میخواین رو بهتون بده، اصلا محدود میکنه بعضی وقتا آدم رو. و این اتفاق خیلی بدیه که یک برنامه‌نویس نتونه اون کاری که میخواد رو انجام بده، توانش داشته باشه ولی ابزار محدودش بکنه. اصلا عقلم میگه که بهترین ابزار رو انتخاب بکنید. این بحثی که من داشتم و دیگه جدیدن هر کی دارم پرسه که اندروید استودیو نمیخوام، بیا بریم زامارین کار کنیم، چه میدونم بیا بریم توی ریاکت کار کنیم برای اندروید، من دیگه عصبانی میشم تقریبا. همیشه کار استاندارد انجام بدین. شما هم این نصیحت از من بپذیرین. و محیط برنامه‌نویسی اندروید استاندارد چیه؟ فقط اندروید استودیو. اندروید استودیو یک محیط بسیار پیشرفته و ساخته اینتلیجی هست، گروه جت برینز، که دمشون گرم انصافا. تا حالا هر چی آیدی دادن بیرون همشون خوب بوده. اندروید استودیو فکر کنم گل سرسبد باشه. واقعا هوشمندی خیلی خوبی داره، ابزارهای بسیار بسیار قدرتمند و خوب برای ساخت اپلیکیشن، برای دیباگ کردن، برای هر کاری که میخوایم با اپلیکیشن انجام بدین. تقریبا یه فکری براش شده توی این آیدی که باید هم همینطور باشه. یعنی آیدی باید این کار بکنه وگرنه به چه دردی میخوره؟ با نوتپد میشه کد نوشت. پس بهتون پیشنهاد میکنم اندروید استودیو استفاده بکنین. در مورد نحوه نصبش که کجا دانلود کنیم، من یه ویدیو دادم بیرون توی آپارات که یه ذره قدیمی هست ولی روش نصبش فرقی نکرده، خیلی راحت میتونید از اون استفاده بکنید. و باز هم اگر من ببینم روش استفاده یا هر چیزی تغییر کرده، ویدیوها رو آپدیت میکنم، پس نگران نباشید. میتونید کانال های ما رو دنبال کنید توی یوتیوب یا توی آپارات، هر جایی که هستین و هر جایی راحتین. هستن توی اینستاگرام هم میذارم، توی اینستاگرام تیوی. برای سوالاتونم اصلا احساس مزاحمت نکنین، چون بعضیا میگن که آقا من روم نشد مثلا پیام بدم. اصلا احساس رو درواسی نکنید. اتفاقا سوال که میپرسین خیلی راحت تر میشه جوابتون رو داد. یعنی بعضی وقتا این مشکلات شخصی هن. یعنی یک جایی یک اروری یا یک اصلا مسئله تو ذهن آدم هست که شاید توی هیچکدوم از ویدیوهامو اشاره نکنیم، اما وقتی که پیام میده من میفهمم که کجای مثلا مسئله مشکل داشته، میام اون رو بهتر توضیح میدم، هم برای بقیه هم برای شما. پس این کارو بکنید حتما. هر چی سوال تو ذهنتون هست، حتی اگه فکر میکنید بقیه ممکنه بخندن، بپرسین، هیچ اشکالی نداره. اصلا همین ویدیو هم دلیلش اینه که یک سری سوال پرسیدن و من دیدم که مشکل هست و خواستم یه توضیح خیلی کامل بدم. یه مسئله دیگه که بود اینه که بچه‌ها میپرسن اصلا چجوری یاد بگیریم اندرویدو. ببینید برای یادگیری خلاصه بهت میگم هیچ راهی به جز شکست نیست. شما تا نزنی یه چیزی رو خراب نکنی اصلا یاد نمیگیری. تا 4 بار ویندوز کامپیوتر رو نپرونی نصب ویندوز یاد نمیگیری اصلا، چون برات موقعیتش پیش نمیاد. و از خراب کردن نباید بترسین، از اینکه قرار یک چیزی خراب بشه توی نرم افزار. خب خراب بشه، یه بار دیگه نصب میکنی. اینو میگم چون توی خیلی از کسایی که باشون کار کردم میبینم که مثلا فلان مورد رو تست نمیکنه، اصلا نرم افزار باز نمیکنه. مثلا میگم که چرا فلان کار نکردی، میگه خب ترسیدم که مثلا پروژه خراب بشه. خب کار نداری، بکاپ میگیری روی اونی که داری کار میکنی، اونو خراب کن تا یاد بگیری. هدف خراب کردن نباید باشه، هدف یادگیریه. ولی اگه خراب کردن اتفاق افتاد هیچ ترسی ازش نداشته باشین. این ساده ترین روش یاد گرفتنه. حالا چجوری؟ شما باید کار کنین. خب اول یه آموزش پیدا میکنین، حالا راجع به اندروید، راجع به جاوا، هر چیزی. وقتی که تئوری و اون بحث آکادمیکش حل شد براتون، دیگه باید برین توی کار وارد شین. دیگه خوندن اضافه اونجا به شما کمک نمیکنه، فقط استرستون رو زیاد میکنه. فقط راجع به این که من فلان چیز بلد نیستم پس کار نکنم، عقب بندازم. پس نترسین و شروع کنین به کار کردن. برین پروژه گیر بیارین. ببین الان اینترنت پر از اپلیکیشن های اوپن سورس. خب وقتی که یادگیری اون سیکل رو تموم کردین، دیگه ادامهش ندین.
ببین یاد گرفتن نه متوقف کنین ها، کار نکردن رو دیگه ادامه ندید. شروع کنین به کار کردن، مطمئن باشین توی طول کار اصلا یک سری موارد یاد میگیرین که توی هیچ کتابی، توی هیچ دوره‌ای و توسط هیچ استادی به شما منتقل نخواهد شد. شروع کنین به کار کردن بعد از اینکه مفاهیم رو روش مسلط شدین، و این باعث میشه که خودش اصلا یک سری راه‌های جدید برای شما باز کنه که من الان نمیتونم اصلا، چون نمیدونم قراره چه اتفاقی بیفته. یک سری راه‌های خوب براتون باز میشه و مسلماً با ادامه تمرین 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 شما یک سنیور دیولپر خواهید بود. سنیور دیولپر یعنی کسی که توسعه دهنده ارشده. معمولاً هم دیگه فکر نکنم زیر 3 سال بشه کسی سنیور دیولپر بشه. باید یک سری مسائل که من اصلا نمیخوام الان تخصص صحبت بکنم، با یک سری مسائل باید خیلی خوب برخورد کرده باشه، تجربه خوبی داشته باشه و و و یک سری مهارت‌ها که از جونیور به سنیور تبدیل شه. جونیور یعنی همون آماتور یا تازه کار خودمون، و سنیور یعنی کسی که ارشده. پس به این سمت جلو برین. مطمئن باشین برای برنامه‌نویسی اندروید الان شغل خیلی راحت پیدا میشه. به مدرک دانشگاهتون هیچ ربطی نداره. اگه مثلا هر چیز خوندین، علاقه اگر داشته باشین، خیلی خوب و راحت میتونین پیشرفت کنین توی این زمینه. پروژه میتونین پیدا بکنین توی سایت هایی مثل پونیشا، سایت های برون سپاری، حتی از خارج از کشورم شما میتونین پروژه بگیرین. برای ارتباط با خارج از کشورم حتما بهتون پیشنهاد میکنم لینکدین، پروفایل لینکدین خودتون رو درست بکنین، رزومه کارتون رو آپدیت بکنین اگر دارین، حالا مرتبط یا غیر مرتبط، هر چیزی که هست. شروع کنین به فالو کردن افرادی که توی حوزه‌ای که میخواین کار بکنین ممکنه به درتون بخورن، تجربه‌ای دارن یا مسئول چیزی هستن. افراد، یعنی دایره روابط خودتون توی لینکدین گسترش بدین. مهارتاتون هم از این طرف گسترش بدین. مطمئن باشین کار خارجی خیلی راحت پیدا میشه براتون، کار داخلی از اون راحت تر، و حتی پیشنهاد کارهای ثابت، یعنی اگر میخواین پروژه‌ای هم کار نکنین، پیشنهاد کار ثابت هم زیاد هست برای آدمی که حرفه‌ایه. گول مدرک دانشگاهی فلانی یا مدرک دانشگاهی خودتون رو اصلا نخورین، به درد در کوزه هم نمیخوره دیگه. و فقط الان باید روی مهارت تمرکز کنیم. شما مهارت خودتون رو افزایش بدین، کلی از نگرانیاتون که الان دارین و میخواین به خاطرش برنامه‌نویسی اندروید شروع بکنین مطمئنا از بین خواهد رفت. اینو طبق تجربه دارم میگم، کاری که خودم کردم و کاری که دوستای حرفه‌ای که دارن انجام میدن اینو بهمون اثبات کرده که شما فقط باید مهارت خودتون رو اضافه بکنین. این کارم فقط تمرین تمرین تمرین. مورد دیگه نیست که من بخوام راجع به صحبت بکنم توی این ویدیو. ویدیوهای جدیدتر هر هفته بیرون میان، و اگر توی موردی توی این ویدیو مشکل داشتین یا اصلا چیزی من از قلم انداختم صحبت نکردم راجبش و سوال شماست، هر جا که راحت هستین بپرسین. یه بار دیگه هم گفتم و من یه برای خودتون یک ویدیو ضبط میکنم توضیح میدم در موردش. خیلی ممنون که همراه ما بودین و نگاه کردین. امیدوارم که تک تکتون به کدرهای خیلی حرفه‌ای و دیولپرهای قدرتمند تبدیل بشین. تا ویدیوی بعدی خدا نگهدار.